بازی هم از این لحظه آغاز میشه. طبیعتاً شکل بازی به شکلی دنبال میشه که باید همش دنبال جای خالی علی انصاریان و مهرداد میناوند باشیم. توپو میرسونن به مومنزاده، نگه میداره برای خداداد، یه پاس تو در میده، خاطرات اون پاس قشنگش به مسابقه استرالیا برمیگرده. آفساید نیست، اشتباه دروازه‌بان و احتمالاً الان خط دفاعی درخواست وی آر داره که فکر نمی‌کنم آفسایدی بوده باشه. ببینیم کار چجوری دنبال شد. رسول خطیبی تو عرض پاس میده، یه لحظه تو محاسباتش اشتباه میکنه ابراهیم میرزاپور. یه فرصت برای منتخب 98. توپو کجا زد؟ توپو کجا زد؟ و خدا داد رو ببینید که چه عکس العملی داره. کریم باقری هم میگه تعویض هم بکنید. فرار وحید هاشمیان، آفساید نیست، رو دستش ابوالقاسم پور است و بالاخره توی دروازه. چقدر موقعیت خوبی داشت که وحید هاشمیان او رو خوب میبینه و بهنام ابوالقاسم پور نتیجه رو 1-1 میکنه. خودش خوب رسون. از این زاویه با هم ببینیم، نگاه میکنه وحید هاشمیان، سالها در بوندسلیگا درخشید، دوره‌های مختلف مربیگری رو گذروند. تو آفسایده خداداد، حالا میتونه پاس بده، این کار انجام میده. کریم باقری تک به تک با میرزاپور، ضربه دقیقه کریم باقری، گل دوم. توپ از بین پای میرزاپور رد کرد، درگیر اونجا هست با بهروز رهبری فر. 6-4 کریم باقری، 1-2 با خداداد. چه پاس قشنگی، همکاری تماشایی و چه ضربه عجیبی رو زد رسول خطیبی. واقعا خیلی میتونه مهم باشه کسی که پا به مرز بازنشستگی میذاره شرایط خودش رو حفظ بکنه. عجب اشتباهی کرد پرویز برومند. از این زاویه ببینیم، هلالی برای تعامی سان، باقری رسید و گل زد، آفساید هم نیست. ضربه سر شیرجه کریم باقری، بازی قشنگ پرگل. نگاه دقیق ابراهیم تعامی، آمادگی خوب کریم باقری. نفرات دفاع کننده ابوالقاسم پور، هاشمیان، نیکبخت. دیگه مقطع خیلی چاق شده بود اما حالا داره وضعشو میاره پایین. تو بیرون میره ابراهیم میرزاپور اما از راه رسیدن مدافعین. حالا اسماعیل هلالی ضربه رو میزنه، قشنگم زد، قشنگم زد. نتیجه حالا میشه 4-2. از این زاویه با هم ببینیم نحوه باز شدن دروازه منتخب سرخابی رو. احمد تقوی به زمین اومده، حسین کاظمی یه ضربه قشنگ میزنه، چقدر خوب زد وحید هاشمیان، چقدر خوب زد. یاد گلش به ژاپن افتادیم تو همین ورزشگاه، فکر کنم همین دروازه هم بود. چقدر خوب هر کاری هم کرد برومند، نتونست مانع از بیرون رفتن توپ بشه. از چند زاویه با هم ببینیم ضربه تماشایی وحید هاشمیان. چای و میوه و شیرینی هم میل کرد کامل، یه نیمه هم که خوب بازی کرد، اثرگذارم بود. بگزاده توپش به علی کریمی نرسید، میرم گل مساوی رو بزنن. علی کریمی چقدر قشنگ دور میزنه، گل چهارم. تکنیک قشنگ و دیدنی و قابل تحسین علی کریمی. میبریم روی خلاقیت علی کریمی، چقدر خوب توپ پر اندق از بالای سر پرویز برومن. توپگیری اینجا، یک فریب و یک ضربه قشنگ
پزیک. علی کریمی فرار میکنه، میچرخه، آفسایدش هم اعلام نمیشه چون اصلا کارش درست بود و خطای پنالتی. یه برخورد جزئی داشته از شاهرودی با علی کریمی، حسن خام محمدی میزنه به تیر دروازه زد. اسماعیل هلالی گارد شوت میگیره برای کریم واقری، اسوب سینه میکنه، جلو میاره، میزنه، گل پنجم. همکاری خوب اسماعیل هلالی و کریم واقری. اینجا مکس کردن مدافعین، رحمتی هم نتونست توپو بزنه. صحنه سه، حسین کاظمی، مومنزاده با پای چپ، شلیک قشنگ احمد مومنزاده، چقدر خوب زد، بی خود نیستش که عرض کردم. تو هم یکی دو سال پیشم داشت تو لیگای پایین بازی میکرد. ببینیم اینجا یه مکس میکنه، فریب میده مدافعین رو. رسول رسید، بازی میشه 7-4. کریمی که دیگه در زمان اوجش در بایرن و بعدم یه مقطع در شالکه، اعلام پنالتی میشه تا یه مقدار اختلاف کم شه. گرفت رضا شاهرودی ولی نه، متوجه شد که پرویز برومن هم همین فکری کرد که من کردم و ریسک نکرد. ارسالش خوب هست، ضربه سر رو بزیک زد. در برابرش رهبری فر عبور میکنه، حرکت رسول خطیبی، ابراهیم میرزاپور، آفساید نیست، گل قبوله، گل قبوله. خط دفاعی منتخب سرخابی دیگه کاملا وا دادن. خدا داد جاشو داد به ابراهیم تمام دیگه بازی با استرالیا ایش خاطرم باشه. منتخب 98 8 منتخب سرخابی 5. بازم اشتباه تو آفساید گیری، میره تک به تک بشه، دوباره خطیبی با ابراهیم میرزاپور، خطا دیگه واضح تر از این امکان نداشت. تهامی میزنه، یه لحظه هم اثر گذاشت میرزاپور دیگه با 4 تا مدافع ثابت. بازم خطیبی آماده بودن، اینجاست که عیان هست، کاظمی و گل دهم. اختلاف 2 برابر میشه. مرداد میناوند و علی انصاریان عزیز و پایان این دیدار خاطر انگیز. و امیدوار هستم که تا قد زمانی که هستیم قدر همدیگر رو بدونیم و به فکر همدیگه باشیم. خیلی متشکرم، من با تون خداحافظی میکنم.